من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی. از زندگی هم یک چیزی که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانی که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. در نتیجه این بیان همون هنر میشه. در هر دوره خوبی خودشو داره دیگه، و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش. هنر میدی رو تقلبه. امروز همه چیز عوض شده. طرز تلقی آدم امروزی، من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده، به نظر من تمام مفاهیم هم زائده شرایط محیط هستن. در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شده است. مثلا پرسونلی مثلا مجنون که خب همیشه سمبول مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسونال خیلی مسخره ای. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خوب میکنه، تایید تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواستم تو مرتب خودشو آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در حال شعر امروز ما یک شعر باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه، و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه، فکر به مصابیه شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا ارزی میشه بین اونا خودش جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همین میگن دیگه. یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به جوهر شعری نزدیک شده، خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائل که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. دیگه شعر کارش این نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه. فقط به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده و صورت کلی گویی در اومده.